من یه سوال دارم البته. چرا اگه یه گروه عقب افتاده به خاطر تبعیضای منفی، چرا ما نیاییم؟ بالاخره این تبعیضا همیشه اثر نهاییشون فقره، خب یعنی بیشترین چیزی که راحت میشه نشون داد که کی جلوتره کی عقبه اینه که کی دسترسی به ثروت بیشتر داره و کی بیشتر گروه فقیره. ما چرا اگه میخوایم تبعیض مثبت نشون بدیم، چرا تبعیض مثبت رو نمیایم بذاریم فقط روی اینکه بر اساس فقر، به جای اینکه بر اساس زن، مرد، نژاد، بر اساس اینکه LGBT کسی باشه یا نه، یا اینا، یا تحت تاثیر تبعیض قرار گرفته یه شخص یا نگرفته، چه بخواد بر اساس جنسیتش باشه یا نژادش باشه یا هر چیز دیگه، تاثیر نهاییش رو ما خواهیم دید که این شخص عقب افتاده، اگه عقب افتاده فقیر، اگه نیفتاده فقیر نیست. ما بیایم تبعیض مثبت و قائل بشیم برای کسایی که فقیرن، حالا تو سفید پوستی فقیری، خب ما میدونیم که مثلا سیاه پوست بیشتر فقیرن تا سفید پوست ها، نه به طور کلی ولی به طور درصدی تو مثلا توی آمریکا مثلا. خب ما اگه بیایم فقط تبعیض مثبت رو مثلا بر اساس فقر بذاریم فقط، خب به رنگ پوست هم اهمیت ندیم، این باعث میشه که ما سیاه پوست ها رو بیشتر تبعیض مثبت قرار بدیم بدون که اصلا به پوست اهمیت بدیم، یعنی بدون که ما، درسته که مثلا سیاه پوست ها بیشتر عقب افتادن به خاطر تبعیض منفی و از لحاظ ثروت مثلا عقب ترن از سفید پوست ها، ولی ما اگه بخوایم بیایم تبعیض مثبت قرار بدیم و بیایم بگیم ما اصلا به رنگ پوست مثلا نگاه نمیکنیم، ما فقط به ثروت و فقر و اینا نگاه میکنیم، این به طور اتوماتیک باعث میشه که مثلا ما سیاه پوست ها رو بیشتر فوکس بکنیم، ولی چون توی سیاستمون به رنگ پوست اهمیت ندادیم، این باعث میشه که اون نفرتی که مثلا ممکن بشه مثلا سیاه سفید پوست ها نتیجه بده که سیاه سفید پوست ها مثلا داشته باشن، مثلا زن و مرد، خب مثلا اگه زن ها از لحاظ دارایی عقب افتادن، ما بیایم فقط به فرق اهمیت بدیم، بیایم این تبعیض مثبت بر اساس فرق، و اون وقت نشون میده که مثلا ما سیاستمون هیچ ربطی نداشت که نفر زنه یا مرده، سفید پوست یا سیاه پوست، و این باعث میشه این که میگی میتونه از نظر، راستش من خیلی راجبش فکر نکردم، نمیتونم به طور قطع بگم، ولی شاید بتونه از نظر منطقی درست باشه، اما از نظر اجرایی نشدنیه، چون که شما نمیتونی مثلا بیای هر کسی رو که میخواستی، باز خواهی میکنم سگ من حسرک سر رفته سر، نه اشکال نداره آخی، باسه داشت کنار بیای، نه اشکال نداره بفهم آخی. شما نمیتونی برای هر استخدام بیای ریز اموال مثلا دو نسل گذشته یه نفر رو بگیری، برای همینم مجبوری برای سیاست کلان با اکثریت بری. ما الان میتونیم بر اساس مالیات ببینیم دقیقا کی چقدر پول داره در میاره، نمیتونیم خیلی راحت ببین، فقط خود شخص که مسئله نیستش، تو ما داریم میگیم که این تبعیض مثبت و منفی تأثیرات تاریخی داشته، خب اونا که مردن دیگه، که ما میخوایم تاثیرش رو بر کسایی که الان هستن ببینیم، یا اون تاثیرای قبل، اون که اون تبعیضای منفی تو نسل گذشته هر تاثیری که داشته اثرش رو ما امروز میخوایم ببینیم. من نمیگم اونا تاثیر نداشته، بالاخره درسته generational poverty تا چندین نسل از بین نمیره، همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. فکر نمی‌کنی already همینی که داری میگی اتفاق میفته؟ ببین مثلا فرض کن تو حالا، من توی جامعه آمریکا، من خیلی با جامعه آمریکا آشنا نیستم، ولی بر اساس حالا اخبار و برنامه‌هایی که می‌بینیم و داکیومنتری‌هایی که می‌بینیم، فرض کن که دو تا جوون، یه سیاه‌پوست و یک سفیدپوست هست که جفتشون هم اصلا از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل شدن و اومدن مثلا واسه استخدام اپلای می‌کنن. بر اساس آمار چقدر احتمال داره که وام دانشجویی یعنی وام دانشجویی فارغ التحصیل سیاه پوست از وام دانشجویی فارغ التحصیل سفید پوست بیشتر مونده باشه و بدهیش بیشتر باشه؟ خب من میگم که اگه به خاطر سیاه پوستیش هست، مهمی نیست که به خاطر سیاه پوستیش هست یا نه، ما میایم نگاه میکنیم که ایشون تو فقر بیشتر داره، و
برای هم ببین مثلا یه دانشگاه الان مثلا شما بکنید دانشگاهی تو آمریکا میان میگه که ما باید یه مقدار تعداد سیاه‌پوستایی که قبول می‌کنیم بیشتر باشه به خاطر اینکه به اینا تبعیض‌های منفی شده و ما الان باید به اینا تبعیض مثبت بدیم. خب من میگم چرا به جای اینکه این کارو بکنیم نیایم بگیم که ما تبعیض مثبت رو به کسایی میدیم که فقیرن. خب و این به طور غیر مستقیم باعث میشه که به سیاه‌پوستا تبعیض مثبت قائل بشیم برای اینکه اونا بالاخره بیشتر ببینیم مثلا یک سیاه از مثلا فرض کنیم ما توی جامعه هستیم که یک سیاه پوست ثروتمند داریم یک سیاه پوست داریم که فقیر نیست و مثلا 4 تا سیاه پوست داریم که فقیره خب و یک سفید پوست داریم که فقیره و 4 تا سفید پوست داریم که فقیر نیست خب که نشون میده که سیاه پوست ها بیشتر فقیرن تا سفید پوست ها. خب ولی من به جای که این دانشگاه بگه خب ما بیشتر سیاه پوست قبول میکنیم بیا بگه نه ما بیشتر کسایی که فقر دارن از فقر زجر میکشن بیشتر قبول کنیم چون این تازه باعث میشه که اون یه نفر سیاه پوستی که الان ثروتمنده نتونه بیاد از این سیستم چی شد؟ بابک؟ من هستم مهمان فکر کنم قد شد تصویرش فکر کنم سگشون سیم گفت من دیگه حوصله‌ام سر رفت من حوصله‌ام سر رفت رفت اینترنت رو قطع کرد احتمالاً منظورم من فهمیدم چی میگم آره متوجه هستم آره بگو تو ادامه بده حالا من میگم یه جامعه رو حساب بکن که مثلا 5 تا سیاه پوست داره 5 تا سفید پوست خب حالا شما میگین این چه ربطی به ایران داره خب بیام 5 تا کرد 5 تا فارس خب 5 تا سنی 5 تا شیعه خب تو هند باشیم 5 تا اپر کست 5 تا لوور کست فرقی نداره این برای همه جدا یکه خب این 5 تا سفید پوست خب مهمون من تلفن من زنگ خورد نه اشکال نداره من اینو شما رو بیارم تو صف بزرگ کنم من میگم شما فرض کنین که توی جامعه ما 5 تا سیاه پوست داریم 5 تا سفید پوست همه جامعه همینه خب این سیاه پوست 4 تاشون فقیرن یکیشون فقیر نیست خب سفید پوستا یکیشون فقیره 4 تاشون فقیر نیستن این نشون میده که مثلا به خاطر تبعیضی که علیه سیاه پوستا بوده سیاه پوستا بیشتر فقیر بودن خب من میگم اگه بیان دانشگاه ها بگه ما بیشتر سیاه پوستا رو قبول میکنیم به خاطر اینکه تبعیضی که قائل شده بر اساس اینا بوده ما باید بیام تبعیض مثبت بکنیم به خاطر اینکه برابری رو به وجود بیاریم بعد این باعث میشه که اون مثلا فرض کنیم به یه اون سیاه پوستی که فقیر نیست میاد از این سوء استفاده ممکنه بکنه خب و بیاد مثلا بره دانشگاه به طور که اصلا حقش هم نبوده یا اون یه دونه سفید پوستی که فقیر بوده که کمک لازم داره بهش کمک نشه برای اینکه به جای اینکه بر اساس فقر بذاریم داریم بر اساس رنگ پوست میذاریم من میگم اگه ما تبعیض مثبت رو فقط بر اساس فقر بذاریم این به طور اتوماتیک به سیاه‌پوستا الان تو این جامعه بیشتر کمک میکنه به طور اتوماتیک به خاطر اینکه سیاه‌پوستا بیشتر دارن از فقر زجر میکشن خب هم خوبیش به اینه که به طور اتوماتیک داره به سیاه‌پوستا کمک میکنه هم خوبیش به اینه که ما رنگ پوست رو ملاک تبعیض نکردیم خب و این باعث میشه که مثلا اون سفید پوسته که خودش هم فقیره نه احساس کنه که این جامعه که من به کمک احتیاج دارم ولی به خاطر رنگ پوستم به من کمک نمیکنه و باعث نشه که این یه دونه سفید پوسته که فقیره بیاد از اون یه سیاه پوسته که مثلا از فقیر نیست متنفر بشه و بگه که نگاه کنین این از من جلوتر بوده من از این عقب‌تر بودم دارم به اون کمک میکنم به من کمک نمیکنن همه سیاه پوستا بدن فلان بهمان اینا خب یعنی این حرفش هم غیر منطقی نباشه خب مردم منطقی نیستن این نفرت به وجود میاد من میگم اگه ما بگیم رفتی با سیاه‌پوست نداره اینا ما به فقیرا کمک میکنیم تو سفیدی فقیری به تو هم کمک میکنیم سیاهی فقیری به تو هم بیشتر کمک میکنیم چرا برای این اساس نباشه که همون تبعیض و باعث از بین رفتن تبعیض میشه به طور از نسل به نسل بعد هم باعث میشه که اون اثرای منفی تبعیض مثبت رو نداشته باشه ببخشید من زیاد حرف خب ببین توی میگم تا یه حدی من با این حرفت موافقم اما فکر میکنم با توجه به اینکه من توی زمینه واقعا تخصص زیادی ندارم توی زمینه اجرایی همچین چیزی فکر میکنم احتمالاً توی مسئله اجرا همچین چیزی شدنی نبوده وگرنه که خب این کار رو انجام میدادن اما
اگر بخوایم مثلا همین مدل رو توی جامعه ایران ببینیم، ما مثلا میگیم که اگر یک روزی ما توی ایران بخوایم به جامعه برابر برسیم، فرزن دانشگاه زاهدان، دانشگاه زابل، دانشگاه چمیدونم اهواز باید یک درصدی از ظرفیتش رو در نظر بگیره برای دانشجوی بومی. شاید دانشجوی فارس مرکز که حتی فقیر هم هست، از نظر در واقع تأثیرات مثلا رتبه کنکورش، از اون دانشجوی عربی که توی اهواز میره توی همون رشته درس میکنه، دانشجوی فارسی بهتر باشه. تو این شکی نیست. شاید بهتر باشه. اما ما باید این رو در نظر بگیریم که بهتر بودن اون دانشجوی فارس در واقع دانش آموز فارس فقیر از دانش آموز عرب خوزستانی نتیجه، شاید حالا یه بخشیش نتیجه مسائل ژنتیکی باشه، اما بخش عظیمش نتیجه یه تبعیضایی بوده که پیشاپیش اتفاق افتاده. پس در نتیجه ما میگیم بیایم ظرفیت دانشگاه های مثلا شهرستان ها رو یک درصدی رو اختصاص بدین به بومی ها، و این هم باز هم تاکید میکنم باید یه مدت محدودی رو داشته باشه. اگر بخواد بی نهایت بشه، منجر میشه به همون مسئله که گفتی، منجر میشه به اینکه دوباره بخواد یه تبعیض اضافه رو ایجاد بکنه. توی یک بازه های توی طرح های محدود باید دونه به دونه تصویب بشه و پشت هم دیگه اجرا بشه. این مسئله توی مثلا یک کشوری مثل ایران خود به خود شامل الگوی فقر هم میشه. آره، شاید کماکان میگم توی مثلا دو مرحله اول طرح در حق فارس فقیر نسبت به غیر فارس فقیر کمتر اتفاق مثبت بیفته، این یه واقعیته، درسته، اما پیشرفت‌های اجتماعی مرحله به مرحله اتفاق میفتن. ما نمیتونیم از اینجایی که هستیم رشکن بزنیم بریم یه دفعه به ایدئال برسیم. مرحله به مرحله اتفاق میفتن. اگر که مراحل پشت هم و به صورت دقیق اتفاق بیفته، مثل کشوری مثل مثلا فنلاند، ما هم یه روزی هیچ فقیری رو نخواهیم داشت و دیگه احتیاجی هم به تبعیض مثبت نخواهیم داشت. خب آره، اینجا چند تا سوال من بپرسم. بفهم شما بفهم. آره استفاده کنم. آره عرض کنم که یکی از دوستان بعد از پرسیده که ببخشید بابا، بعد از این سوالم دیگه بذاریم بیتو خانم برم، برای که سگشون واقعا خیلی احساسی تر. اوکی باشه، چشم. عرض کنم که یکی از دوستان پرسیده که آیا تبعیض به ذات خود امری منفی است؟ اگر پاسخ شما مثبت است، چرا شما موافق تبعیض مثبت هستی؟ ببین، ما اگر که واسه اون مبحث تبعیض مثبت کلمه تبعیض رو استفاده میکنیم، صرفا به خاطر اینه که بشه در واقع یعنی این یه ترمینولوژیه که استفاده شده، وگرنه در واقع اون اسمش تبعیض نیست. یعنی ما بر علیه اون گروه دیگه یک چیز منفی رو انجام نمیدیم، بلکه به این گروهی که در اثر اتفاقات تاریخی آسیب دیدن و مسئول این آسیب تبعیض سیستماتیکی بوده که ما هم بخشی از اون بودیم، به هر حال چه بخوایم قبول کنیم چه نخوایم قبول کنیم، و نهایتا ما از بخشی از مزایای اون تبعیض استفاده کردیم، حالا میایم به اون گروه دیگه امتیازاتی رو میدیم که تو شرایط برابر با ما قرار بگیرن یا حداقل فرصت برابر پیدا کنن تا بتونن خودشون رو توی یک شرایط استیبلی قرار بدن، توی یک شرایط باثباتی قرار بدن. یعنی ما نمیایم علیه کسی دیگه تبعیض انجام بدیم. این فقط ترمینولوژیشه، فقط کلمه‌ای که انتخاب شده.